سلام دوستان وقتتون بخیر اسم من پیمانه خوش اومدیم به درس 45 کالوکیشنز این یوز لیوله انترمیدیت تو این درس میخوایم راجب به بو و مزه صحبت میکنیم هایی که با تیست و اسمیل میاد قبل از شروع درس میدونید که خیلی خوشحالم میکنید اگه ویدیو رو لایک کنید و توی چنل سابسکرایب کنید بریم شروع کنیم Part A Food and Restaurant Reviews خب ریویو های غذا و رستوران Look at these descriptions of smells and tastes in travel review articles اینا مثلا رفتن مسافره یه سری مقالات ریویو نوشتن راجع به حالا مزده ها و بوهایی که تست کردن و بو کردن و تو این کادرها تجربهشون رو از بو و مزده هایی که اونجا تست کردن و اسمل کردن به ما میگن کادر اول Everywhere you go The fragrant perfume of Carenzo Island's wild flowers follows you. Mika harjo berry everywhere you go. Ye chizi ham rot miya. Chia ham rot miya. The fragrant perfume of Carenzo Island's wild flowers. Kho be fragrant perfume yani chiv perfume kimi shi ater. Kho dumun koli ater dayim tu khunamun roshun niveste perfume. Alab roo baziyoshun niveste. Mi dunem yani Fragrant yani chiv. Fragrant yani maataro khoshboo. پس میشه with a pleasant smell هر چیزی که fragrant هست بوی خوبی داره پس میشه with a pleasant smell مثلا گل‌های خوشبو میشن fragrant flowers گل‌های خوشبو یا ممکن حتی یه قضا the sauce itself خود سوس was light fragrant and slightly sweet و یکم شیرین فرگرنت خوشبو و معطر و لایت خیلی نرم و ملایم بود خود سوس رو اینجا گفته فرگرنت بود پس عطر خوشبوی گلهای وحشی جزیره کرنزا همراهت میاد هر جا بری everywhere you go And in the village of Jarka یا حالا هر تلفظی که داره اسم مکانهایی که می نویسته معمولا تو کتاب اصلا بعضی رو تو گوگل سرچ می پیدا نمی کنی بنابراین تلفظش هم می هر چیزی باشه اما اصلا ما می گیم Village میشه دهکده و روستا در دهکده جارکا The distinctive aroma of the local dishes and the smell of fresh coffee wafting across the square of the small cafes is simply wonderful میگه توی دهکده جارکا دستینکتیو آروما هست از غذاهای محلی دش اینجا یعنی خوراک غذا دستینکتیو آروما یعنی چی بچه اگه شیمی خونده باشین آروماتیک به گوشتون خورده ترکیبات آروماتیک آروماتیک ما میگفتیم یعنی همون ترکیبات خوشبو وقتی آروماتیک میشه خوشبو حالا آروما میشه چی؟ میشه بوی خوش بوی خوش دیستینکتیو دیستینکتیو معمولا با آروما خوب کالوکیت میشه و یک ذره ادبی هم هستش یه ذره لیتریری هستش یعنی ادبیه دیستینکتیو دیستینکشن میشه تمایز و تفاوت دیستینکتیو صفت میشه متمایز خاص متفاوت پس یک بوی خوش متمایزی از غذاهای محلی یعنی وقتی از اونجا رد میشی یه دیستینکتیو آروما حس میکنی یه ذره ادبی هم هستش یعنی یه بوی خوش یعنی بویی که مخصوص این غذاهاست بوی مخصوص غذاهای محلی شونه پس میگیم distinctive aroma بوی خوش متمایز و خاص ببینیم اینجا چی نوشتی؟ مثلا the aroma of freshly baked bread freshly baked یعنی تازه پخته شده freshly baked یعنی بوی خوش نان تازه پخته شده و اینجا چی نوشتیم خود دش رو نوشتیم که بعضی وقتا معنای خوراک میده بعضی وقتا معنای ظرف میده ظرف غذا مثلا مین دش یعنی غذای اصلی خوراک اصلی وعده اصلی دش of دی دی یعنی غذای روز سراش بس و گفته خب این بوی متمایز به مشامت میرسه خب and the smell of fresh coffee wafting across the square from the small cafes is simply wonderful حالا A smell of something مثلا بوی یک چیز رو میگیم A smell of that thing بوی اون چیز A smell of fresh coffee بوی قهوه تازه wafting که از طریق هوا moving gently آروم مثلا میاد به مشامت میرسه wafting یعنی حرکت از طریق هوا حتی باعث حرکت شدن هم میشه ولی اینجا خود اون بوه وفت میکنه از طریق هوا میاد میرسه به مشامت وفتینگ اکراس د سکویر فرام سمال در سراسر میدان از کافه های کوچک که به مشامت میرسه این بوه simply wonderful, wonderful یعنی شگفت انگیزه یه چند تا سینونیم برای wonderful بگید ببینم میدونید مثلا چی میتونیم بگیم گلوریوس کلا برای شگفت انگیز و چیزهای خفن یه سری سینونیم بلد باشین چون خیلی کاربردی میتونیم بگیم سوپرب میتونیم بگیم magnificent یا میتونیم بگیم مارولس مارولس هم یعنی شگفتانگیز پس مگنیفیسنت مارولس سوپرب و حالا وندرفول اینا همشون به معنای انگیز هستن خب این پایین رو هم بخونیم گفته این دیستینکتیو اروما یه ذره ادبیه سلایتلی یعنی یه خورده لیدرری هست یه خورده ادبیه یوزد تو ریفر تو پلزنت که به بوهای خوشایند پلزنت یعنی خوشایند اشاره میکنه often of food and drink. بیشتر غذا و نوشیدنی رو با این کالوکیشن استفاده میکنیم. For example, coffee. مثلا قهوه رو با این کالوکیشن استفاده میکنیم. Often used with adjectives such as distinctive, distinctive aroma, rich و strong که به معنای قوی هستن. یه بوی قوی خوش البته. Sweet و appetizing. اچه appetizing میشه اشتها آور. خب براتون مثال آوردم. The meals he cooked were always nourishing but never particularly appetizing. یعنی وعده که میپخت غذاهایی که میپخت همیشه مقوی بودن، نورشینگ بودن یعنی مقوی بودن. ولی هیچ وقت اپتایزینگ نبودن. دقت کنید که اینجا اپتایزینگ رو هم با زی نوشتم ولی کتاب با اس چون کتاب بریتیشه ولی چیزی که من نوشتم آمریکانه. غذاش همیشه نورشینگ بودن ولی اپتایزینگ نبودن. نورشینگ یعنی مقوی، اپتایزینگ یعنی و خوشمزه. And moving gently through the air, we wafting. For many people, octopus is an acquired taste, but it's a must on the south coast. And the subtle flavor of the local vegetable, coingat, provides a perfect accompaniment. The fresh scent of herbs or herbs is everywhere in the local markets. میگه برای خیلی از مردم اکتپوس که میشه هشبا یه اکوایر تیسته بچه ببینید این یک معنی فارسی خوب براش وجود نداره مثلا اکوایر تیست رو میشه معنی کرد تم اکتسابی یا مثلا زاغه اکتسابی بهتره که توضیحی یاد بگیریم اکوایر تیست تمیه که مثلا ما اول که میخوری ممکن خوشت نیاد ولی بعد از مرور زمان که مثلا بخوری خوشت میاد حال میکنی با اون مزه پس همون اول مثلا مثلا پیتزا نیست که تا میخوری خوشت میاد یا مثلا شکلاتی که خیلی ها دوست دارن اونا اکوایر تیست نیستن بعضی غذاها رو دیدی مثلا میگه خور خوشت میاد تو میگی نه اصلا از بوش خوشم نمیاد بعد یه سه چهار بار میخوری بعد یه عادت میکنی نه خوبه چیز خوبیه اینا همون اکوایر تیستن خب پس هشت با اکوایر تیسته یعنی طعمش اونجوریه اون حالتیه که بعد بعدن خوشت میاد بار ماست ولی یک ضرورته ولی واجبه توی ساوث کوست and the subtle flavor subtle میشه نامحسوس چیزی که زیاد حسش نمی کنی noticeable نیست obvious یعنی آشکار نیست تمش خیلی نامحسوسه یه ذره فقط حس میشه ببینید مثلا ما تغییرات نامحسوس رو میگیم subtle changes رنگ هایی که زیاد حس نمیشن پیدا نیستن subtle colors The play's message is perhaps too subtle to be understood by young children. The play's message یعنی اون پیام نمایشنامه‌ای که حالا می‌خواد را بشه یا اجرا شده is perhaps too subtle. شاید خیلی مثلا ظریف و نامحسوسه to be understood by young children که بچه های کوچیک بتونن بفهمنش پس خیلی ساده نمیتونن بفهمن اون رو نامحسوسه حالا ما ساده فلیور هم داریم فلیور توی بریتیش یه یو هم داره توی امریکن یو نداره سادل flavor یعنی طعم نامحسوس of the local vegetable از این سبزیجات محلیشون که اسمش این هست که با خط لاتین نوشته شده provides a perfect accompaniment provide یعنی فراهم کردن accompany یعنی همراهی کردن اسمش میشه accompaniment یعنی همراهی همراه فوقلاده است یعنی این سبزیه با این اختاپوسه خیلی خوب با هم مچ میشن اکامپنیمنت دارن The fresh scent بچه ها سنت میشه بوی نچرال خوب بوی طبیعی بوی طبیعی یک چیز نمیشه بوی مثلا بوی مصنوعی چیزی که خود تولید کردی رو بگی سنت داره نه اون بوی طبیعی مثلا گل گل یه بوی طبیعی داره روز یه بوی سنت داره ما فرش سنت رو میتونیم یه کالوکیشن خوب حساب بکنیم یعنی بوی طبیعی تازه و نشات بخش The fresh scent of herbs is everywhere in the local markets. خب بچه هرب یا هرب که جفتش رو میتونید تلفظ بکنید یعنی مثلا هم با برای گیاهان دارویی استفاده میشه هم مثلا به سبزی هم گفته میشه fresh scent یعنی اون بوی طبیعی خیلی نشاط بخش و تازه این سبزیجات سبزیها و گیاهان is everywhere in the local markets توی اون بازار محلیشون همه جا این بوش میپیچه این هم از پارت A ای این درس که به فود اند رستوران بود بیشترش به غذا و رستوران بود بریم سراغ پارت دو خب توی پارت بی نگتیو کالوکیشنز داریم یعنی کالوکیشن های منفی که ربط دارن به سمل و تیست خب اینا همه منفی هن. I can't drink bitter coffee bitter یعنی تلخ خب معنای استعاری هم داری چیزی که تلخ باشم هم بیدر میشه گفت ما بیدرلی هم داشتیم توی درس اول کالوکیشن گفتیم بیدرلی با چیا کالوکیت میشه I can't drink bitter coffee نمیتونم قهوه تلخ بنوشم I'll have to put some sugar in this یعنی مجبور میشم یکم توی این شکر بریزم اوکی okay, پس bitter کافی یعنی قهوه تلخ دومیش There was nothing in the fridge هیچی توی یخچال نبود Except an old carton of milk which had gone sour هیچی توی یخچال نبود بجز except یعنی بجز an old carton carton میشه بچه پاکت پاکت شیر میشه carton of milk carton of milk یادتون باشه که پاکت شیر میشه همون شیر و پاکتی یه ما میخوریم به اون پاکتش میگن carton which had gone sour که از تاریخش گذشته بود و چی شده بود؟ De, باču, sour شده بود بچه of میشه ترش و ترش شدن میشه go sour to go sour اینجا past perfect استفاده کرده had شکل سوم میشه had gone sour ترش شده بود بریم بعدی the lovely beach was completely spoiled by the acrid smoke and the noxious fumes from a foul smelling chemical factory nearby همه این کالوکیشن ها دوباره معنای منفی دارن The lovely beach یعنی ساحل دوست داشتنی was completely spoiled Spoil اینجا یعنی تباه شدن یعنی کاملا تباه شده بود چی تباهش کرده بود؟ یه کارخونه یه chemical factory کارخونه شیمیایی نزدیکش بود Nearbyش بود و این اصلا باعث می شد که این ساحل بدبو بشه By the acrid smoke چجوری تباه شده بود توسط اکرید سموک بچه اکرید معمولا با دود کالوکیت میشه اکرید بویه که وقتی استشمامش میکنید یه او گلو درد میگیرید یه احساس سوزش تو گلو به وجود میاد مثلا سرفه میکنید خیلی سوزناکه وقتی بوش میکنید مثلا تایر رو میسوزونن بعد تو همون لحظه نزدیکش باشی بو کنی یه دفعه سوزش گلو و صرفه داری اکرید سموک هم از طریق دودهای همین کارخونه ایجاد شده بود کارخونه شیمیایی پس acrid smoke میشه strong smelling یه بوی خیلی قوی causing a burning feeling in your throat throat میشه گلو burning feeling احساس سوزش توی گلوتون and noxious fumes بچه fumes فیومز میشه گازهایی که حالا یا دودهایی که از یک کارخونه یا از مثلا اکزوز ماشین میاد بیرون میشه فیوم noxious یعنی سمی یعنی پویزنس اوکی اینجا ببینید یا تاکسیک ما تاکسیک هم میتونیم بگیم تاکسیک یعنی سمی پویزنس میشه سمی ناکشس هم میشه سمی حالا یه چیزی که سمی نیست رو هم ما داریم تو انگلیسی یه چیز بیزره رو میگیم چی؟ میگیم اینکیوس اینکیوس اولا دوتا ان داره بعد هم مثل کنتینیوس یه دونه یو بعد او یو دوباره یعنی یو او یو بعد از سی قرار میگیره میشه اینکیوس دوتا ان یو او یو هم یادتون باشه یعنی completely harmless اصلا هیچ ضرری نداره causing no harm some mushrooms look innocuous but are in fact poisonous حالا ادامهش نیفتاده ولی ادامهش میشه poisonous من اینجا نوشتم براتون poisonous میگه بعض قارچ ها به نظر بیزرار میان innocuous میان ولی in fact poisonous هستن ولی در واقع سمی هستن پس noxious هم میشه سمی دوت های سمی گاز های سمی from a foul smelling chemical factory nearby foul smelling یعنی خیلی بد بود foul smelling یعنی چی؟ خیلی بد بود اینجا با factory استفاده کرد پس برای مثلا اگه کارخونه میتونی از foul smelling استفاده کنی خیلی بد بود یعنی بوی که از اون مکان میاد بسیار فعل باشه خیلی ناخوشایند باشه پس میشه having an extremely unpleasant smell extremely یا خیلی بد بود میشه یعنی نه که یه چیز معمولی نه خیلی بد بود بریم قسمت بعدی بوی بدن که حاصل از حالا عرق کردن هستش رو میتونیم با کالوکیشن body odor استفاده بکنیم odor یعنی بو body هم بوی بدن دیگه body odor میشه بوی بدن body odor can be extremely unpleasant and embarrassing یعنی بوی بدن که حاصل از عرق هستش میتونه خیلی ناخوشایند و embarrassing و خجالت آور باشه. An unpleasant smell on a person's body that is caused by sweat. sweat یعنی عرق. بویی که ایجاد میشه از طریق عرق میتونیم بگیم بوی بدن میشه body odor. یک جمله ببینیم inside the room داخل اتاق there was the unmistakable odor of sweaty feet. بوی پای عرق کرده میومد. ببخشید خیلی دیسکاستینگ شد مثالش ولی خب unmistakable هم یعنی حتمی و بی تردید mistake یعنی اشتباه کردن unmistakable یعنی اصلا اشتباهی توش نیست قطعا اون بوی اون پا می اومده در اونجا خب بریم قسمت C more taste and smell collocations مکالمه ده چند نفر رو میبینید متو گفته Quinn, do you think this cheese is bad? به پنیر اشاره میکنه میگه فهم کنی بد باشه بد اینجا یعنی خراب باشه Do you think this cheese is bad? فکر میکنین پنیر خرابه It has a strong smell Collocationی ای که اینجا استفاده شده Strong smell یعنی یه بوی خیلی تند و قوی داره پنیر نباید خیلی بوی Strongی داشته باشه ولی وقتی strong داره یعنی خرابه It has a strong smell پس یه collocation رو یاد بگیریم Strong smell مزه کردن میشه Have a taste بو کردن میخوای بگی اینو بو کن میگه have a smell okay. have a taste have a smell میگه have a taste tell me what you think یه مزه بکن بهم بگو چی فکر میکنی نظرت چیه a strong smell داره ببین آیا بد خراب هست یا نه کوین هم بار نمیره که اینو مزه کنه میگه بذار منم بوش کنم let me have a smell بذار بوش کنم when did you buy it کی خریدیش when did you buy it it smells off to me بچه smell off off یعنی اینجا تاریخ گذشته یا چیزی که دیگه تازه نیست بوی موندگی میده it smells of to me to me یعنی به نظر من به نظر من بوی موندگی میده it smells of to me تمرین بکنید شما یاد بگید it smells of to me یعنی به نظر من بوی موندگی میده no longer fresh or good to eat because of being too old چون خیلی قدیمی شده تاریخش گذشته دیگه fresh و good نیست دیگه خوب نیست چند تا کالوکیشن نگاتیو و منفی داریم اینجا از روی یک پلی رد شدن با ماشین یک بوی بدی از توی رودخونه اومده خورده به مشامشون و این بو خیلی بد بوده there was an overpowering stink coming from the river today as i drove over the bridge it always gives off a smell in the hot weather but this was dreadful میگه همیشه بو میده ولی یکی dreadful بود ببینید بچه‌ها uh, overpowering یعنی خیلی قوی یعنی جوری که دیگه نمیتونی تحملش بکنی استینک یعنی بوی بسیار ناخوشایند حتی خودش فعل هم هست مثلا یه چیزی که بو میده میگه it stinks okay. یعنی بو میده بوی بد میده و حالا اینجا به معنا اسم بوی ناخوشایند آورده شده و قبلش overpowering آورده شده overpowering stink یعنی بوی بسیار غیر قابل تحمل و ناخوشایند There was an overpowering smell of garlic in the kitchen. خب overpowering اصلا یعنی قدرتش زیاده دیگه power یعنی قدرت overpowering یعنی خیلی دیگه غیر قابل تحمل میگه یک بوی غیر قابل تحمل و overpowering یه گارلیک که همون سیر هست توی آشپزخونه وجود داره پیچیده نمیتونی بری تو آشپزخونه چون overpowering smell داره یا بعضی وقتا برای احساسات هم به کار میره احساساتی که نمیشه جلوشو گرفت He's suffering from overpowering feelings of guilt. Guilt یعنی گناه. احساس گناه میشه feeling of guilt. احساس گناه میکنه یعنی احساس میکنه که guiltyه. گناهکاره کاره. Overpowering feelings of guilt یعنی احساس گناه شدید. احساس گناهی که نمیتونی کنارش بزنی. تو چون واقعا اسم میکنی گناهکاری پس تو overpowering feelings داری پس برای احساسات هم به کار میره As I drove over the bridge همینطور که از روی پول رد میشدم با ماشین drove پرانندگی می‌کردم، به ماشین هم رسید overpowering stink داشت یه بوی ناخوشایند غیر قابل تحمل بعد میگه که اون روده it یعنی اون the river always gives off a smell give off یعنی produce بچه برای heat استفاده میشه برای مثلا گرما استفاده میشه to produce heat light نور هم ساطع کردن میشه give off smell بو اور a gas مثلا یه گازی رو ساطع کردن the tiny radiator doesn't give off much heat میگه این رادیاتور کوچولو زیاد تولید نمیکنه اینجا give off یعنی تولید کردن گرمای زیادی تولید نمیکنه. اینجا هم بو میگه همیشه بو میده. بو تولید میکنه این رودخونه ریور. In the hot weather در هوای داغ، But this was dreadful. ولی این بویی که این سری اومد this was dreadful. افتضاح و فاجعه بود. بعد آستن میگه که yes, I passed there the other day. چند روز پیش رد شدم از اونجا. It's a revolting stench. Revolting stench یه جورای شبیه دوباره overpowering stink هست. ولی stench رو کتاب گفته که از استینک قوی تره و شدید تره پس استینک میشه بوی خیلی افتضاح و استنچ میشه بوی فاجعه طبق گفته کتاب پس ریوالتینگ هم بچه هم میشه دسکاستینگ یعنی خیلی دسکاستینگ یعنی خیلی حال به همزن It's a revolting stench یعنی بوی فاجعه حال و همزنی داره چقدر اینطور دسکاستینگ بود کلا It's a revolting stench خود stench با overpowering هم میاد مثلا an overpowering stench The pollution is getting worse and worse یعنی آلودگی هی داره بدتر و بدتر میشه که این رودخونه بو گرفته دیگه رودخونه تمیز که بو نمیده پس پولوشن داریم آلودگی داریم فعل پولوشن چی میشه آلوده کردن میشه پولوت اینجا باز مکالمه بین دو نفر رو داریم کریس فکر میکنه که لیلین میخواد بره سر قرار چون بوی اتری حس میکنه پرفیوم زده حس میکنه و داره بهش تیکه میندازه یه جوری غیر مستقیم میگه Do I detect the whiff of perfume? ویف بچه ها میشه یک بوی سلایت یه بوی خیلی ملایم که از طریق برنت of air از طریق جریان هوا به مشامتون میرسه میگه که آیا من تشخیص میدم دیتک یعنی تشخیص دادن فهمیدن میگه لذب کن یه ذره بوی عطر دارم حس میکنم از طریق هوا بوی عطر بوی جزئی عطر دارم حس میکنم وف of پرفیوم وف یعنی از طریق هوا به بینیش رسیده بعد میگه are you meeting someone تو tonight امشب قرار آدم خاصی رو ملاقات کنی But Lilian, we're going to It's none of your business. As I'm being interrupted, a a slight smell carried on the current of air. Current of air, on hava, carried on the carried on. She carried on. He leaned towards me, who seemed to and I caught, or I got, a whiff of garlic. و من یه ذره بوی سیر به هم خورد یعنی اون بوی سیر میداد بعد که اومد نزدیک من جریان هوا ویف کرد ویف of گارلیک رو به من رسون I got a whiff of garlic یعنی بوی سیر از طریق هوا خورد به هم اوکی؟ این هم از این معنی ویف بریم سراغ قسمت آخر که metaphorical هست اینا همه استعاری معنای خود تیس و اسمل نمیدن معناهای دیگه میدن Her cruel remarks میگه اون اظهار نظرهای ظالمانش left a bad taste in our mouths یا به جای بد میتونیم می بگیم unpleasant ناخوشایند left a bad taste و یا unpleasant taste یعنی خاطره بدی بر جای گذاشت اینجا taste یعنی memory یعنی خاطره یعنی اون حرفایی که زد دیگه تو ذهن ما یه چیز بدی به جای گذاشت left گذاشته leave هست یعنی بر جای گذاشتن ترک کردن نیست یعنی بر جای گذاشتن I tasted freedom when I gave up my job and traveled for a year. Now I can't go back to normal life. خب نورمال لایف زندگی معمولی شیه مثلا کارمندی بوده که هر روز داشته کار میکرده و حالا یک سال مسافرت کرده و تم آزادی رو چشیده و میگه I tasted freedom یعنی من تم آزادی رو چشیدم تو فارسی هم همین جوری میگیم وقتی که when I gave up my job از شغلم استفاده دادم ولش کردم و یک سال مسافرت کردم traveled for a year حالا now I can't go back to normal life حالا نمیتونم به زندگی نرمالم برگردم چون تمام آزادی رو تست کردم taste, taste freedom I tasted freedom تمام آزادی رو چشیدم Hudson and I shared the same taste in music we often buy the same CDs اینجا تیست یعنی سلیقه وقتی شما سلیقه مشترک و یکسانی رو شیر میکنی یعنی سلیقتون یکیه share the same taste اگه این استفاده کنی یعنی توی چه حوزه ای شما سلیقتون مشترکه مثلا we share the same taste in movies ما سلیقمون تو فیلم ها یکیه فیلم های یکسانی میبینیم اینجا گفته میوزیک موسیقی آهنگ پس هاتسن و من سلیقمون تو آهنگ یکیه we often buy the same CDs ما اغلب سی دی های یکسانی می خریم. پس شیرد دی سیم تیست این ا کاتگوری مثلا میوزیک یعنی ما توی موسیقی سلیقه‌مون یکیه شیرد دی سیم تیست این شی هاز دیولپد ا تیست فور فاست کارز شی هاز جاست اور شی جست بات باٹ ا برایت رد فراری الان یک فراری قرمز خیلی براق خریده تازه خریده یعنی سلیقش شده ماشینای فست کارز مثلا فراری لامبورگینی اینا رو میگیم فست کارز ماشینایی که سوپر کار هستن ماشین ماشینای سری هستن اونا میشه فست کارز اینجا باز تیست به معنای سلیقه است دیولپ یعنی توسعه دادن اینجا یعنی سلیقش رفته سمت ماشینای سری مثل مثلا فراری لامبورگینی چرا چون تازه یک فراری قرمز خریده پس شیز developed ا taste فور فست کارز We smelled danger and decided not to enter the city. It was a wise choice. We smelled danger. ما بوی خطر رو حس کردیم. تو فارسی هم میگیم. پس زیاد اون بیگانه نیست. یعنی ما حس... حس خطر کردیم. احساس خطر کردیم. We smelled danger. یعنی احساس خطر کردیم. بوی خطر رو حس کردیم. And decided not to enter the city. تصمیم گرفتیم که وارد و شهر نشیم. It was a wise choice. تصمیم آقلانه و حوشمندانه ای بود. وایز یعنی هوشمندانه I didn't hear every word من همه کلماتش رو نشنیدم همه حرفاش رو نشنیدم But I got the flavor of what he was saying and I didn't like it یعنی منظور چیزی رو فهمیدن ایده چیزی رو فهمیدن یا حتی تجربه چیزی رو پیدا کردن Get the flavor of something اینجا یعنی مثلا مگه منظورش رو فهمیدم حالا همه حرفاش رو نشنیدم I didn't hear every word he was saying هر چی داشت میگفت و نشنیدم ولی یه چند کلمه شنیدم I got the flavor of what he was saying یعنی یه منظورش رو فهمیدم and I didn't like it و ازش خوشم نیومد یعنی از منظورش خوشم نیومد یه مثال خیلی خوب ببینیم To give you a flavor of what the book is like Jilly is going to read out a brief extract Extract یعنی یه تیکی از اون کتاب رو کشیده بیرون که براتون بخونه Brief یعنی خلاصه Brief extract یعنی خلاصه استخراج شده از اون کتاب read out یعنی براتون بخونه میخواد یه ذره از این کتاب براتون بخونه تا بهتون چی بده give you a flavor of what the book is like ایده اصلی کتاب رو بهتون بده flavor اینجا معنای ایده کتاب یا منظور کتاب مقصود کتاب یا هدف کتاب میده و اینجا گفته give you the flavor و ما اگه خودمون منظور چیزی رو بفهمیم get the flavor یعنی گرفتن منظور چیزی یا ایده چیزی فهمیدن اینکه اون راجبه چی هستش و تمریناشم هم که آسون اولیش وست دومیش میگه پازیتیو و نگتیو ها رو بنویسید که توی کتاب دقیقا گفتم کجاش نگتیو و پازیتیوه تمرین آخرش مهمه تمرین آخرش رو به خوبی حل بکنید امیدوارم که موفق باشین توی این درس یادتون نره که اگه راضی بودین حتما ویدیو رو لایک کنید توی چنل سابسکرایب کنید توی جلسه بعدی میبینمتون خدا نگهدار